درود، من وحتیش رضوانی هستم. امروز در بوشهر پیش آقای رضا اومدم تا نکته های ابتدایی درباره جت اسکی سواری رو یاد بگیرم. یاماها 1800 هستش، گیروکس نداره، 4 زمانه است، کنسول هست، گوشی، موبایلی، کلاهی، چیزی بخواید بگیرم. 60 لیتر بنزین میخوره، تقریبا مصرفی 110 هست، تقریبا میشه بگیم مثل ماشین های سواریه. و این که سرعتی هم که میره تقریبا 110 تا 120 روی آب میره و جالب نیست اون 120 یا 110 تا روی آب بخواید شما دست بزنید ببینید، چون خطرات خیلی زیادی داره روی آب افتادن مساوی با انگاری مثلا شما هم روی آسفالت خوردید زمین، یه ماشین هم روتون گشته، یه همچه حالت داره. چون آب ما آب شور هست، آب شیرین نیست، آب شور ضربه خیلی زیادی داره. ما وارد خاطر باید خیلی سرعت نرمالی ازش استفاده کنید، آسیب‌های جانی نبینید. گاز دادنش انگشتیه، تمام دستگاه ها انگشتیه. بعد اینکه این دکمه خاموششه، این قرمزه این سبز اینجا هست سر جلو، این روشنشه. بعد یه قدکن داره اینجا که ما الان داخل داشبورد قدکنشو میارم به این واسطه. این قدکنش به این شکله که ما میذاریم زیر این دکمه که وصل میشه، اتصال پیدا میکنه به کامپیوتر که شما بتونی استارت کنی. معمولا زمانی که سوار میشی باید حتما این اتصال رو به دستت بذاری که اگر اینکه شما بیفتی تو آب دستگاه خاموش بشه به این صورت، یعنی برای خودش تا کویت نره. دقیقاً شما همون جایی که افتادی دوباره مجدد سوار بشی، دوباره اتصال پیدا میکنه، دوباره استارت میکنی. دور موتورش هست، اینجا برای بنزینشه میاد بالا و دوباره یه سنسور فعال داره برای کل کامپیوترش که میاد بالا برای تو ارور میده. این دکمه رو باید حتما بزنی که قطع بشه. این وسیله نقلیه الان کلا 147 ساعت رفته یا ریست شده؟ نه، این ریست شده، دوباره اومده رو 140. از 140 دوباره حرکت رو شروع کرده به حرکت کردن. چرا ریست شدید که به اسم نو بفروشید؟ نه خودش ریست میشه، بعد از مدتی دوباره ریست میشه، دوباره مثلا یه تایمی رو مثلا 2000 تا حرکت میکنه، دوباره میاد رو 140 میشینه. هر 20 ساعت بعد تعویض بشه روغنش. حالا فیلتر داره دیگه، بگم شمع داره، اینا روی 20 ساعت باید کلن تعویض بشه که دستگاه آسیب نبینه، چون دستگاه جت اسکی استهلاک خیلی 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 بالایی داره. احساسش این بود درسته؟ بله، این سبز با کدوم انگشت باید بزنیم، با این یا با این؟ معمولا وقتی فرمونو میگیری روی 60 میاد یا اون انگشت اشاره میاد مثل حرفه یا روشن. آره دقیقا. این یه سنسور داره، سنسور وارینگش هست، چون الان توی آب نیست، باید حتما تو آب باشه که این سنسور فعال نشه، چون باید حتما به واسطه آب این موتور سرد و گرم بشه. الان ما خاموش میکنیم به خاطر اینکه توی آب نیست اون سنسور فعال میشه، موتور داره رو به گرمی میره. اینم باک بنزینش هست، به این صورت باز میشه. کلید نمیخوره بهش؟ نه، آخه دوزای دریایی نمیاد خالیش کنه. نه اینو بذارم، بعد اینو بذارم، بعد اینجوری برم. زمانی که شما گازو ول میکنی خودش حالت ترمز داره، چون آب سنگینه میسته، هر صورت موج تکونت میده. اگر تو سینه موج بری ضربه میزنه، اگر تو بغل موج بری یا از این بره موج بیاری دوباره کمتر اذیت میشی، لذت بیشتری داره اینجوری سینه موج بزنی. زمانی که این موج هست، زمانی که حرفه‌ای شدی میتونی با موج هم خونی داشته باشی، هم ساز بشی، یعنی میتونی تو موجا تک چرخ بزنی. گاز نه، حالا میتونید گاز بزنید.
جهت سرعتشه. نمایندگی صدا میده. شما هر وقت این صدا داد میتونید اینو بزنید، این دکمه رو بزنید. آها گفته بودید، ولی خب آره. گفتیم دست بزن، یه وقت کیلومترش صفر میشه بعد نمیتونید بفروشید. آره نه نه اینجوری صفر نمیشه، باید خودش صفر. آها استارت کنید دوباره مجدد گاز ندید. بعد یه چیزی، کویت کدوم بره؟ کویت این بره، اون بره. آره سمت نه آفتاب بخوای تو چشم فلش کن یه وقت دیگه میرم. خیالش راحته کسی جلوش نمیپیچه. آره یهو یه چیزی نمیاد، فقط نگاه کنه مثلا این قایق سواری دقیقا. شناگری کسی هست ازش دور بشه. عشق سرعت ندارم، مثلا سرعت خوشم نمیاد. قیمت نو و دست دوم جت اسکی چنده؟ مثلا همین مدل، این مدل بین 700 800 مدل 2000 نوش یا دست دوش. نو این مدل نیست، این سب نیست، اتاقاش فرق میکنه. تقریبا نوش باشه بین 1.5 تا 2 تومن، یعنی 20-23-24 خب این مدل. اما اتاقاش رو اتاق جدید زدم. این الان اگر بخوایم با یه اتومبیل توی بازار فعلی ایران مقایسش بکنیم، این مدل چیه؟ این پراید دووسیلو، این تاراس، این توی جت اسکی ها بخوای از لحاظ موتوری، امکانات رفایی که چی نداره، بخاری نداره، کولر نداره، گارد نداره به جایی بزنیم جلوی پامونو بگیره، بعد باربند نداره پشت. آره. من آره. بتونم بار ببرم. پیک جت اسکی نداریم؟ نه تا حالا نشد. خب نوار ساحلی مثلا از اینجا رستوران تحویل بگیره ببره تحویل بده میتونه باشه. حالا به حال عقب جا نداره، امکانات رفاهی که نداره، ولی کلا اگر ما خواهیم اینو با یه ماشین مقایسه کنیم، بخوایم مقایسه کنیم میشه بگی با تیو 5 میتونیم مقایسهش کنیم. از لحاظ موتوری، از لحاظ استهلاکی این بیشتر از خودروه ایران. خیلی چرا؟ چون ببین این فرمونی که الان یه میل فرمون داره، میل فرمون اگر خراب بشه تقریبا بین 12 تا 15 میلیون فقط همون سیم است. اما یه ماشین خودرو ایرانی اگر خراب بشه، فرمونش خراب بشه، یه جعبه فرمونه دیگه، سر تا پای اون جعبه فرمون میشه 5 میلیون اگه بخوای صفرش کنی، 6 میلیون ماشین ایرانی. بعد اینو شما خودتون ثبت سفارش کردید یا از همینجا خریدید؟ ما نه، اینجا ثبت سفارش کردیم. ثبت سفارش کردید، بعد اون موقع ایربگ تو آپشن بوده ندادید؟ نه نداشت. اینا به این جاش داره. آره. میتونه ایربگ داشته باشه. آره. یه مثلا اون مدل که تو هست 2015 است، این مدل از این بالاتره خیلی مثلا آپشنای دیگه داره، دند عقب داره. توربو داره. بعد اتاقش طوری هست که هر جوری که شما اونو برونید نمیتونید چپش کنید. آره من یه سری الکی گفتم، واقعا ایربگ هم داره اون یکی ها؟ نداره. آه نداره. آره. زه بغل چی؟ زه بغل داره. آپشن نبوده. نه. از اول داره همش. خب. خب. نه یاماها خوب کار کرده. آره یه ذره با سایپا یا خود رو بگرده اونم یاد میگیره. این جلو هم که دیگه چیزی نداشت دیگه، اینجا هم نه خواستی نداریم. فقط یه چیزی، این باکش فول پر باشه من از اینجا روشنش کنم بخوام برم، فقط سرعتم بیشتر باشه که مصرفم میره بالاتر. بله. خب با کمترین سرعت ممکن از اینجا که بندر بوشهر دم اسکله بندر تجاری تا کجا میتونم برم؟ میتونید با این باکه برید تا خارک. آها نوار ساحلی چی؟ نوار ساحلی میتونی کل ساحل رو بچرخی. کل ساحل یعنی برم و بیام؟ آره. نه مقصدی برم به یه جای دیگه، مثلا میتونی برید تا ساحل ریشه رو برگرد. آره خارک یعنی اینقدر نزدیکه؟ آره با قایق تقریبا 20 دقیقه است. با این چند دقیقه؟ با این یه روب میشه. یه روب این قایقی که هوا صاف باشه و موتور 200 روش باشه، مثل این قایق. آها یا ماه 200 تقریبا میشه بگی 20 دقیقه
دقیقه یا یه روب میبرد. دقت کردید من درانه میخواد پیاده شم؟ راحت باشید بل بفهم شما من نشستم روش. راحت باشید آقا من بلش کنم. آخه خاموششم. آره آرامش داره. خوب آره آره دقیقا. حالا شده جت اسکی کسی گم بشه؟ یعنی ول بشه بره؟ نه دیگه نداشته